برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز از هر کجا که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. امروز در حضور خانم دکتر سیما مؤتمن، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی کشورهای توسعه یافته و نوظهور هستیم. پیش از آن که به سوالات در زمینه برنامه همکاری های جامعه 25 ساله ایران و چین بپردازیم، از خانم سیما مؤتمن خواهش میکنم که ضمن خوش آمدگویی به ایشون ازشون میخوام که خودشون رو کوتاه به مخاطبین ما معرفی کنن. بفرمایید خانم مؤتمن. خیلی ممنون که از من دعوت کردین برای این برنامه. من سیما مؤتمن همونجور که گفتین و چندین سال در دانشگاه وستمینستر در بیزنس سکول اونجا در رشته اقتصاد بین الملل در واقع و اقتصاد بین الملل مالی کار می کردم، تدریس می کردم و در اونجا این مؤسسه تحقیقاتی رو بنا گذاشتیم و در این رابطه یک سری کنفرانس گذاشتیم و به طور کلی تخصص من بیشتر روی کشورهای در حال توسعه و نوظهور emerging market که تعدادشون اخیراً روز به روز بیشتر میشه، برای اینکه بعد از دوران خانم تاچر که بازارهای مالی شروع کردن به گسترش پیدا کردن در تمام دنیا و یک مقدار زیادی از کشورها سعی کردن که سرمایه گذاری برای کشورشون رو از طریق بازارهای بورس تأمین کنن، به همین دلیل این کشورها به نام کشورهای نوظهور شناخته میشن. به هر حال من بیشتر تحقیقاتم همواره روی این کشورها بوده و از جمله کشورهایی که روشون کار کردم کشور ایران، آرژانتین، ترکیه، ابودابی و یک سری از کشورهای آمریکای لاتین مثل شیلی و غیره کار کردم. متشکرم خانم دکتر مؤتمن. این اواخر در واقع خیلی موضوع برنامه همکاری های 25 ساله ایران و چین خبرساز شده و بسیار داغه و نگرانی هایی رو در واقع ایجاد کرده در حوزه اینکه اساساً مفاد این توافقنامه چیست و تعهدات که متعاقب این و پیامد این توافقنامه هست چیست و خیلی از موارد در حوزه این توافقنامه گنگ و مبهم هست. میتونم خواهش کنم ازتون آنچه که میتونه یه مقدار مفاد این توافقنامه رو کمی روشن بکنه ابتدا بفرمایید. البته سرمایه گذاری های دولت چین در ایران سابقهش خیلی پیشتر از اینها میره و این برنامه در واقع صحبت های اولیش از سال 1916 فکر میکنم شروع شد و بعد از اون همچنان چین در یک زمینه هایی به خصوص در رابطه با راه آهن سراسری تهران مشهد و تهران اصفهان و غیره وارد یک سری مذاکراتی شده بود، ولی این برنامه در واقع فقط یک برنامه هستش در حال حاضر، هنوز دقیقا مشخص نیستش که جزئیاتش چطور خواهد. این مسئله خیلی مهمه برای اینکه وقتی که برنامه رو نگاه بکنین یک برنامه 18 صفحه‌ایه که وزارت امور خارجه اینو چاپ کرده و در واقع تمام شؤونات مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیتی،
ارتباطات، کشاورزی، همه چی رو در بر میگیره. اما این به این معنی نیستش که در همه این زمینه ها اینا الان مشغول به کار شدن. برنامه یک پیشبینی هستش برای اینکه برای 25 سال آینده در چه زمینه های ایران وارد همکاری با چین بشه. اینکه این برنامه مشخصاً جزئیاتش گفته نشده خیلی مسئله جالبیه، برای اینکه این مسئله فقط مربوط به این نیستش که ایران نخواسته. در واقع چین در از سالهای 2004 به بعد با بسیاری از کشورهای مختلف روابط مشترک ایجاد کرده که در اکثر اونها هر نوع سرمایه گذاری که خواسته انجام بشه از کشورها خواسته به هیچ وجه راجع به اون پابلیسیتی نکنن و مفادشو پخش نکنن. یعنی این مسئله تازه نیست. اولش که این مسئله مطرح شد یک مقداری تعجب برانگیز بود که چرا مفاد این قرارداد یا این برنامه فقط یک برنامه است، چرا مفادش مشخص نیست. ولی بعد تحقیقات بعدی که من به خصوص در این زمینه کردم متوجه شدم که در واقع در همه زمینه ها چین پافشاری میکنه روی اینکه مبادا مذاکرات و جزئیات این قراردادها پخش بشه، که خود این خودش یک مسئله بسیار مهمیه. حالا من بعدم توضیح میدم که چرا این مسئله مهمه. ولی از نظر مردم ایران و از نظر دولت ما این مسئله این اهمیت خاص رو داره که اگه شما در این مرحله حاضرین هرچی چین میگه قبول بکنین، پس مراحل بعدی دیگه چطور خواهد شد؟ برای اینکه همین این مرحله‌ای که هر نوع قراردادی میخواد بسته بشه باید مشخص بشه که چه جور قراردادیه، چه زمینه هایی رو در بر میگیره. حالا باز توجه به مثلا اشاره که کردید برمیگردیم به اینکه خب با توجه به این توافق نامه، این توافق همکاری، یک توافق همکاری بین دو کشوره و بین المللی محسوب میشه، آیا بر اساس قوانین بین المللی دو کشور اساسا میتونن مفاد یک قراردادنامه رو، یک متوافقنامه رو مخفی نگه دارن با توجه به اینکه بحث ترانسپرنتی یا به اصطلاح خیلی روشن بودن و در رابطه با همه چیز اوپن بودن اطلاعات خیلی مهمه، آیا اساسا اونها میتونن از حقوق بین‌الملل اینها رو مخفی نگه دارن؟ این یه بخشه. یه بخش این که حقوق بر اساس حقوق داخلی هر کشور یا منافع متکی به منافع ملی یک کشور، که حالا چین رو کاری نداریم ولی به ایران، آیا اساسا ایران میتونه تا اونجایی که من متوجه شدم بر اساس قوانین داخلی ما نمیتونه منافع ملی اصلا قراردادی یک کشور ایران بتونه داشته باشه در رابطه با منافع ملی، یعنی خلاف منافع ملی. شما اینو چطوری تعبیر و تفسیر میکنید؟ ببینید روابط بین المللی معمولاً بین کشورها که برگزار میشه، هر قراردادهایی که میخوان ببندن، معمولاً خیلی از جزئیاتش ممکنه مشخص بشه. مثلا فرض کنید در مورد رابطه انگلیس و اروپا یک سند 2000 صفحه‌ای چاپ شده که مشخصا مثلا میگه که در این زمینه ماهیگیری چیکار میکنن، در این زمینه نمیدونم کشاورزی چیکار میکنن، در زمینه بعد میرن توی جزئیات این که خب ما اگه بخوایم مثلا گوشت گوسفند بخریم از اروپا چه جوری خواهد بود، اروپا از ما بخواد بخره چه جوری خواهد بود. یعنی خیلی از مواقع برای کشورها این خیلی مهمه که بدونن خیلی واضح وارد چه نوع معامله ای دارن میشن. برای اینکه شما اگه ندونید که وارد چه نوع معامله ای دارین میشین، معلوم نیستش که این وسط
کی داره سر کیو کلا میذاره در واقع. بنابراین این مسئله، خب من چون در این مرحله خاص ما تازه این مسئله برکسیت رو از توش در اومدیم، کاملا مطلعم که چطور جزئیات این قرارداد رو دارن صحبت میکنن و تازه چقدر مشکل هستش. برای اینکه بازم مثلا میگن که فلان مطلب درست به اندازه کافی پرورش داده نشده، گفته نشده. ولی اینکه در حال حاضر چاپ شده، اینکه فقط یک برنامه است، هنوز قرارداد اصلی واقعا در نیامده. اونی که من بیشتر نگرانش هستم و در مورد استادیای مطالعات دیگه‌ای که انجام شده معلوم شده، اینه که در یک زمینه‌های دولت چین میگه که خب شما سعی کنین که مثلا به سرمایه گذارهای چینی یک مشوقهایی بدین که این مشوقها باعث بشه که اینا بیان. خب این مشوقها دقیقا چی هستن؟ اینا از نظر مالیاتی هستن؟ اینا از نظر این هستن که مثلا چندین سال به اینا تخفیف شدید مالیاتی میدن، یا میگن اصلا مالیات لازم نیست بدین، یا اینکه میگن شما اگر که بخواین وام بگیرین، وام رو از کی اجازه دارین بگیرین؟ اکثر این زمینه هایی که چین سعی میکنه که و در تمام قراردادهای دیگر سعی کرده که اینو کاملا سکره نگه داره، مخفی نگه داره، موقعیه که کشورهایی که در حال کشورهایی که ازش میخوان وام بگیرن معمولا در زمینه‌هایی هستش که کشورها خیلی وضعیت اسفباری دارن، مثل وضعیت فعلی ایران متاسفانه، و اینا منجر میشه به اینکه این کشورها میخوان وام بگیرن. به محض اینکه میخوان وام بگیرن، مفاد وام شروع میکنه دیگه باید اونجا مخفی کاری به حد اعلی برسه، برای اینکه اگر که حالا یک مقداری یواش یواش بازم از توش بیرون در میاد که این وام گرفتن چه شرایطی داره، آیا اینا اگر که بخوان این وام رو نتونن از عهده پرداختش بر بیان، ضمانتنامه این بانک این واما چیه؟ مثلا در بسیاری از وام هایی که شروع شده با همکاری های همه جانبه، مثلا بین چین و 36 کشور مختلف، حالا این کشورها در آمریکای جنوبی هستن، در آفریقا هستن، در آسیای شرقی هستن و غیره، ولی در اینا شروع میشه با اینکه خب ما کمک میکنیم، مثلا فرض کنین شما دپارتمان بخش ارتباطاتتون رو پرورش بدیم، گسترش بدیم. بعد میرسه به این مرحله که خب اگه میخوان این کارو بکنن، یا در جاهایی که میخوان این کار رو بکنن، جاده سازی آیا شده یا نه؟ اگه جاده سازی نشده، پس جاده سازی باید اول بشه. اگه میخواد جاده سازی بشه، کی میخواد این جاده سازی رو انجام بده؟ اگه چین میخواد این جاده سازی رو انجام بده، پس هزینه‌اش چطور میشه؟ هزینه‌اش رو یک سری بانک‌های چینی حاضرن وام بدن. اگه این بانک‌های چینی وام میدن، شرط بعدیش چیه؟ مثلا شما اگر که میخواین بنادر رو مثلا گسترش بدین، برای گسترش بنادر خب هزار تا چیز دیگه هم لازم دارین دیگه، جاده سازی لازم دارین، گسترش تکنولوژی مخابراتی لازم دارین، غیره و غیره. برای اینا وامگذاری از طرف دولت چین، یک سری از بانک های دولتی چینه، یه سری از بانک‌های خصوصی تر چین هستش، و بعد این منجر میشه به این که میگن که خیلی خب اگر شما این احتیاج به این کارو داریم، چین حاضره، فقط از چین میتونین وام بگیرین، دیگه اجازه ندارین برین از یک بانک غیر چینی وام بگیرین. خب حالا اگر از این بانک چینی وام بگیرین، تضمینش چیه؟ باید یک مقداری قراردادهای دیگه ای رو زمیمه این بکنین، و این در واقع به نوعی ضمانتی میشه برای اینکه
خب این شما اینو پرداخت میکنین. خب چجوری ضمانت میشه؟ اینجوری میشه که اگر شما نتونین مثلا فرض کنین در مورد ساختن یک بندر و گسترش یه پروژه‌ای که بندر میخواد توش گسترش پیدا بکنه، اگر شما نتونین اینو وام رو به اون صورتی که ما میخوایم پرداخت بکنین، این وام ضمانت نامش اینه که دولت چین میتونه این بندر رو تا 99 سال در اجاره چین باشه. یک دفعه کشور متوجه میشه که بندر بسیار مهمی که انتظار داشته گسترشش باعث تقویت تجارتش بشه و بهبود روابط اقتصادیش بشه با بقیه دنیا، برای 99 سال رفته دست چین. چنانچه این داستان سر چندین کشور تا به حال اتفاق افتاده، سر موزامبیک اتفاق افتاده، سر سریلانکا اتفاق افتاده و غیره غره. دیگه کار دیگه‌ای که میتونن بکنن، میگن که ما چند تا قرارداد با هم میبندیم. این چند تا قرارداد، مثلا فرض کنید ما یک قرارداد نفتی میبندیم که شما هر مثلا فرض کنید، حالا این یکی از مفاد مهم این برنامه اینه که ایران چین برای 25 سال مطمئن باشه که میتونه نفتش رو از ایران بگیره. خب اگر که نفتش رو میتونه از ایران بگیره، بنابراین این منجر میشه به اینکه چجوری میخواد اینو پرداخت بکنه، یعنی برای اینکه سرمایه گذاری لازمه. خب میگن که ما حاضریم که 400 بیلیون دلار یا 400 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم، که 400 میلیارد دلار در واقع تقسیم میشه به 280 میلیارد برای نفت و گاز و 120 میلیارد برای برنامه های دیگه. خب حالا این یک برنامه 25 ساله است که خب برنامه بسیار بلند مدتیه و شما در این فاصله مثلا فرض کنین میبینین که چندین بخش دیگر هم در بر میگیره، از جمله ارتباطات رو در بر میگیره، از جمله راه آهن رو در بر میگیره، از جمله بنادر رو در بر میگیره، کشاورزی رو در بر میگیره، هر نوع فعالیت اقتصادی که در ایران شما اسمشو ببرین همه رو در بر میگیره. خب ممکنه همه اینا رو با هم شروع نکنن. فرض کنین که اقلا مثلا 6 تا از این برنامه ها رو با هم شروع کردن. خب این برنامه ها ضمانت اجرایی داره، یعنی اگه شما نتونین یکی از اینا رو بخواین لغو کنین، همش با هم لغو میشه و اگه همش با هم لغو بشه، شما باید یک خسارتی به چین بدین بابت اینکه این برنامه ها رو چین آمده خواسته سرمایه گذاری کنه و شما لغوش کردین و حالا باید تمام اینو باز پرداخت بکنین. حالا یکی دیگه از مشکلات خیلی مهم این داستان این هستش که به کشورها اجازه داده نمیشه که برای باز پرداخت وام هایی که فرض کنین از چین گرفته میشه، از جای دیگه اجازه وامگیری داشته باشن. خب این خیلی مسئله مهمیه، برای اینکه در حال حاضر، یعنی از سال 1980 که مسئله وام بین کشورهای در حال توسعه و بانک‌های غربی مسئله شد، سال 80، اون موقع این مسئله مطرح بودش که خب خیلی از این وام‌ها باید سوخت بشه، یعنی بانک‌ها باید اینو جزو وام‌های بدهی‌های سوخت شده بذارن و اینو کم کنن، به جای اینکه 100% همچنان یک کشوری بهشون بدهکار باشه، بگن مثلا این کشور الان فقط 20% دیگه بدهی داره، 80% رو ببخشن. که در این زمینه یک سری
IMF کمک کردن این زمینه، World Bank کمک کرد و خیلی از این خود بانک هایی که در این زمینه دست داشتن سعی کردن که به توافق های مشترک برسن. یعنی حوالی که شما الان دارین اشاره میکنید در این توافق همکاری پیشبینی شده که در صورتی که ایران نتونه به تعهداتش، تعهدات مالی اقتصادی یا اون موافقه قراردادی که با چین میبنده، اگر نتونست به صلاح متعهد باشه و اونا اجرایی کنه، آیا چنین پیشبینی شده که اون رو، اون وام رو در واقع ببخشن یا کم اینو به صورت، اینو به صورت واضح مطرح نمی کنن. ولی در تمام موارد مثلا میبینین که مطرح میشه که مشوق هایی باید داده بشه. این که برعکس میشه، یعنی اگر قرار باشه ایران مشوق بده، در واقع این یک سری پوان دادن و امتیازهای بیش از حد عادی دادن ایران به چینه. روایت های به حال مختلفی وجود داره خانم دکتر مطمئن در رابطه با اینکه چیزایی که در واقع شنیدم این که میخوان خب کیش رو در واقع با تمام اون محتوای حالا اقتصادی زمین و غیرش بدن به چین، یا روایت های متوافق از جمله چیزی که بسیار نگران کننده هست اگر این توافق نامه یک سری یک در واقع توافق نامه صرفا اقتصادی است، الزام حضور 5000 نظامی چین در اون چیه؟ آیا مورد خاص، یعنی فکر نمی کنید این یه مقدار واقعا نگران کننده است اگر واقعیت داشته باشه؟ به شدت، برای اینکه در مراحل مختلف مطرح میشه که برای مثلا فرض کنین در مورد جزایر که میگین، مثلا یک توسعه سواحل مکران هستش که مشارکت در بندر جاسک هستش، تأسیس شهر صنعتی هستش، ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینیوم، اینا همه در اون منطقه مذکوره هستش. همینجور ادامه پیدا میکنه. بعد اون وقت میرسه به این مرحله که خب اگر اینا میخوان این سرمایه گذاری ها رو بکنن، احتیاج دارن که امنیت این سرمایه گذاری ها رو حفظ بکنن. اگه میخوان امنیت این سرمایه گذاری ها رو حفظ بکنن، این به چه صورتی انجام میشه؟ ببینید توی این برنامه به هیچ وجه کلمه 5000 سرباز چینی مطرح نمیشه، ولی میگن امنیت سرمایه گذاری ها باید حفظ بشه. خب امنیت سرمایه گذاری ها اینا یواش یواش ممکنه که مطرح بشه که چه جوری میخواد حفظ بشه. ببینید اینجا این مسئله، من لازمه که مشخصا بگم، هر شرکتی که در یک کشور دیگه ای میره سرمایه گذاری میکنه، یک سری زمینه هایی رو لازمه برای خودش از پیش در نظر بگیره که سرمایه گذاریش به باد هوا نره. بنابراین ممکنه که یک شرکت خصوصی بیاد یک سری شرکت‌های خصوصی دیگر رو به عنوان گارد استخدام کنه، به عنوان محافظ استخدام بکنه. چنانچه دائما این داستان داره اتفاق میفته، توی الجزیره اتفاق میفته، توی تمام آفریقای جنوبی اتفاق میفته و غیر ازاله. ولی این عکس در بعضی مواقع این کسایی که استخدام میشن از طرف شرکت‌های خصوصی، از ساکنین محلی اونجا استخدام ممکنه بشن که این ساکنین محلی دارن کار میکنن برای یه شرکت خارجی. ممکنه که یک درصدیش هم از کسایی که از کشورهای دیگه میان استخدام بکنن، که معمولاً بهشون اینا ممکنه الزاماً از کشور خودشون نباشن، ولی مثلا از یه جای دیگه ای هستن که برمیدارن اینا رو میارن اونجا کار بکنن. ولی ولی چین وقتی که میگه حمایت میخواد بشه، این حمایت رو از طریق نیروهای نظامی خودش میخواد تامین کنه، و نیروهای نظامی یک کشور وقتی میان داخل یک کشور دیگه، این دیگه معنیش تغییر میکنه. این به این آسونی نیستش که شما نیروهای نظامی یک کشور رو بگیم بیاریم بیرون، ما نمیخوایم. آیا سابقه داشته که در یک قرارداد یا توافقنامه بین المللی اقتصادی بین المللی حضور نظامیان یک کشور در اون گنجونده بشه، پیش بینی شده باشه؟
خب این مثلا در زمانهای قدیم بله، برای اینکه موقعی که انگلیس فرض کنین هندو به صورت مستعمره خودش در آورده بود یا کشورهای دیگر رو در آورده بود، خب نیروی نظامیشون هم میبردن اونجا. واسه همینه که همه نگرانن که این مسئله آیا به این معنیه که ایران یک نوع مستعمره چین میخواد بشه، یا اینکه اینا فقط یک شرکت‌های خصوصی هستن. اگه شرکت‌های خصوصی هم هستن، کی میخواد بیاد اینجا از منافع اون شرکت‌های خصوصی چینی محافظت بکنه؟ خود چینی‌ها میخوان بیان؟ اگه خود چینی‌ها میخوان بیان، بازم منجر میشه به اینکه نیروی نظامی چین خواهد بود. معمولا قراردادهای بین‌المللی یک طرف سوم به عنوان، یعنی پیش بینی میشه که اگر در صورت وجود اختلاف، یه بحث هیئت حل اختلافی هم وجود داره. آیا در چنین توافقنامه‌ای چنین چیزی گنجونده شده و آیا طرف سومی، یعنی نظارت بین‌المللی اصلا وجود داره در مثلا در اون 100 تا قراردادی که اون مطالعات اخیر انجام شده اینا نگاه کردن؟ به هیچ وجه چین اجازه نداده که هیچ شرکت، هیچ کشور ثالثی نظارت بکنه. ببینید، این به این معنی نیستش که چین روابطش با تمام کشورها به یک نوعه. چین الان از نظر صادر کردن کالا در واقع در بالاترین حد ممکن در دنیا هستش. یعنی در واقع چین الان مقدار کالایی که داره به آمریکا وارد میکنه 429 بیلیون دلار هستش که بالاترین حد ممکنه. در واقع چین الان از نظر جی دی پی، یعنی تولید ناخالص داخلی، دومی کشور دنیاست. از نظر صادرات به بقیه کشورهای دنیا اولین کشور دنیاست، ولی با هر کشوری نمیتونه این روابط رو برقرار بکنه. اینا این روابط رو با کدوم کشورها ممکنه بتونه اعمال بکنه که در یک وضعیت اضطراری هستن؟ آمریکا در وضعیت اضطراری نیست، انگلیس در وضعیت اضطراری نیست، آلمان در وضعیت اضطراری نیست. چیزی که جالبه اینه که مثلا حتی در زمین بعضی از کشورها مثل کره جنوبی، چین نه تنها ترید سرپلاس نداره، یعنی مقداری که از کره جنوبی داره وارد میکنه بیشتر از مقداری که داره بهش صادر میکنه در بعضی از، یا با آفریقای جنوبی. با هر کشوری نمیتونه این کارو بکنه. دقیقا هر... موضوع خوبی اشاره کردین، چون الان در شرایط ایران به خاطر در واقع جاه طلبی های ایران و این بحران آفرینی های ایران و اون ایده امپراتوری شیعه در جهان، بحران آفرینی هایی که میکنه در موضع ضعف شدید و انزوای بین المللی قرار گرفته و با توجه به تحریم هایی که در نتیجه این بحران آفرینی ها و ماجراجویی ها به وجود آمده در شرایط بسیار ضعف شدید قرار گرفته و زیر بار هر قرار دادی میره، مثل اون بخش تقسیم خزر یا کرایه دادن خلیج فارس به شرکت های بزرگ ماهیگیری چین یا قسمت چابهار و غیره. و همینطوری که فرمودین ممکنه این هم، یعنی در واقع اینطوری باشه و اون روایتی که وجود داره این هستش که در رابطه با فروش نفت هم ظاهراً 30% تخفیف لحاظ شده. خب این نهایتاً به سود ایران آیا فکر میکنید واقعا باشه چنین قرار دادی؟ ببینید، این که به سود ایران خواهد بود یا نه، این باز من برمیگردم سر این که این در حال حاضر فقط یک برنامه است و اگر که شما حتما خودتونم در جریان هستین که الان خیلی بحث این هستش که برجام دوباره احیا بشه، روابط این تحریم ها از روی ایران برداشته بشه. خب این به نفع چین هم هست، فکر نکنین به ضرر چینه، برای اینکه در رابطه با تحریم ها مسئله FTFA سر کار هستش و این به این معنیه که هر نوع معامله‌ای که چین بخواد با ایران بکنه، اگر این معامله از نظر این معاملات FTFA قابل قبول نباشه،
سرمایه گذارهای دیگه چین رو دچار مشکل میکنه. بنابراین برای چین یک انگیزه هم هست که خیلی خب پس بذاریم این تحریم برداشته بشه، ما هم راحت بتونیم با ایران مبادله بکنیم. بعد که اگه برداشته بشه، همچنان ممکنه به ایران مجبور باشن وام بدن، همچنان ایران ممکنه که نخواد از بقیه دنیا وام بگیره. این خودش یک مسئله ایه. مسئله ای که برای من مهمه اینه که چقدر اون تیم ایران که سر این مسائل با چین وارد مذاکره میشه، چقدر دقت به خرج میده که هر خواسته اونا رو بهش تن در نده. ببینید مثلا مشخصا در اینجا مطرح میشه، در این برنامه مطرح میشه که از نظر بین المللی اینا یه سری روابطی رو باید حتما حفظ کنن. یعنی چی؟ یعنی این که اگر در یک مجمع مثلا سازمان ملل چین میخواد در یک جایی به بقیه کشورها میخوان چین رو محکوم کنن، ایران نباید محکوم کنه. این مشخصا مطرح میشه که چین و ایران باید همدیگر مواظب باشن. یعنی که اگرم که بخوان کسی ایران رو محکوم کنه، چین نکنه. اون تا چین در کجا ممکنه نکنه؟ در مواقعی که براش نفت داره که نکنه. ولی از نظر اینکه این FTFA تموم بشه، این یه دفعه دست چین رو خیلی باز میکنه، برای اینکه خیلی دیگه راحت تر میتونه با ایران روابط مختلف برقرار بکنه. در رابطه با درآمد نفتی، در رابطه با خرید نفتی، چین سال هاست که از ایران نفت میگیره، ولی مسئله این که هستش که میخواد این مقدار نفتی که از ایران میگیره مطمئن باشه که همیشه میتونه این نفت رو از ایران بگیره. حالا اگر که این تحریم ها برداشته بشه، این باعث میشه که خب بازار ایران خیلی بازتر میشه، ایران میتونه از کسای دیگه بگیره. اما مثل هر معامله دیگه، دو طرف باید به هم دیگه یک امتیازاتی بدن دیگه. حالا این به این معنی نیستش که 30% بخواد امتیاز بده یا نده. توی این قرارداد نمیگه 30%، میگه که اولا که میگن که 12%، بعد اون 12% تخفیف، 6-8% دیگه هم روش میاد، به خاطر اینکه یک ریسکی رو چین قبول میکنه. ثانیاً اینکه این پرداخت این در ظرف، یعنی آنان انجام نمیشه، 2 سال دیگه طول میکشه تا بخواد پولش پرداخت بشه، پولش هم بعد به یوان میدن. خب حالا شما فرض کنین که اگه که این پول حتما بخواد به یوان داده بشه که ارز چین هستش، فرض کنین که ایران میخواد از ایتالیا دارو بخره. خب اگه میخواد از ایتالیا دارو بخره، ایتالیا دیگه نمیخواد الزاماً پولشو به یوان پس بگیره، میخواد به دلار بگیره، برای اینکه خودش هم با خیلی جاهای دیگه ممکنه مبادله داشته باشه. بنابراین این که دست ایران فقط به یوان ممکنه وصل باشه، خب براش خیلی مشکل میشه. حالا اگر که این FTFA برگزار بشه، یعنی حل بشه، که متاسفانه یک سری در اونجا اصلا نمیفهمن FTFA چه ایمپلیکیشن هایی داره، چه اثراتی میتونه داشته باشه، این به معنی این هستش که خیلی خوب چین میگه که من با شما قرارداد رو میبندم، پولشم به یوان میدم، اما یوان میتونه تبدیل به دلار بشه. کدوم یوان میتونه تبدیل به دلار بشه؟ یوانی که ببینید اگه با ایران قرارداد نفتی ببنده، پول باید بره توی یه بانک خاص. پولی که میره تو اون بانک خاص مقدارش مشخصه به یوانه. اون خب اگه بخواد تبدیل به دلار بشه، باز مسئله FTFA مطرح میشه دیگه. اون یه دفعه میگه خیلی خب حالا بیا این پولو میتونی تبدیل کنی به دلار، یا تبدیل کنی به یورو، یا تبدیل کنی به هر ارز دیگه. برای خود چین یک مقداری هم صرف ممکنه داشته باشه که خیلی خب ما از دست این داستان FTFA خلاص بشیم، برای اینکه چین خودش یکی از بزرگترین سرمایه گذارا
در بازارهای بورس جهانیه، یکی از بزرگترین سرمایه گذارها تو بازارهای بورس جهانیه و نمیخواد اون از اون جهت صدمه ببینه. الان در واقع چین یکی از بزرگترین سرمایه گذار، بزرگترین اگر نه بزرگترین سرمایه گذار در دنیا هستش و یکی از دلایلش همینه که با اکثر کشورها که مبادله میکنه، این مبادلات منجر میشه به تراز پرداختهاش مثبته نه منفی. اشاره کردید به FATF. خب ایران که زیر بار این مسئله نرفته تا خواهد رفت یعنی مجبوره، حتما خواهد رفت. یعنی لا الزام این که وارد یک توافقنامه بین المللی بشه این هستش که مستلزم این هستش که FATF رو بپذیره. بله. اینو بگم، من به هیچ وجه مخالف مبادلات تجاری با چین نیستم، برای اینکه شما اگه میتونین کالایی رو ارزونتر از چین بخرین، خب چرا برین گرونترش رو بخرین از یه کشور دیگه؟ ولی مسئله اینه که شما چه نوع رابطه ای رو با این کشور میخواین داشته باشین. مثلا حالا یه نمونه دیگه میگم، یکی از نکات دیگه ای که در اینجا مطرح شده این هستش که چین کمک بکنه در توسعه انرژی پاک. حالا انرژی پاک لفظیه که در ایران رایجه، من نمیدونم دقیقا اینجا گرین انرژی بهش میگیم ما. یکی از مسائل مهم این هستش که چین در حال حاضر یکی از بزرگترین تولید کننده های سولار پنله، این پنل های که از طریق اگه چین میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه، چرا که نه، کمک بکنه، ما میتونیم اینو توسعه بدیم. ولی این نباید به این معنی بشه که حالا اگر که میاد سرمایه گذاری بکنه بگه حتما این پول باید در این بانک خاص چینی انجام بشه، بعد یه سری هم اون وسط بیان رشوه بگیرن برای اینکه بتونن این قرارداد رو بدن، بعدم قرارداد نصف کاره گذاشته بشه و پول خورده بشه و بعد چین بیاد بگه که شماها به ما بدهکارین. حالا که به ما بدهکارین تا مثلا 99 سال ما هر نوع سولار پنلی که در اینجا درست بکنیم مثلا 50% پولش میره به جیب ما. متوجه هستین؟ بله. منظور من بیشتر این هست که از موضع ضعف باشه. خب به حال چین هم خیلی بدش نمیاد که چنین دقیقاً که وجود داره و به یکی از اونها اشاره کردید و اون نه هستش که خب ایران داره به صرافت وارد یک چنین بحث و گفتگویی میشه و اینکه هنوز این توافقنامه جنبه الزام اجرایی نداره، لازم اجرا نیست، میخواد در واقع یه جوری به آمریکا نشون بده که ما خیلی هم نیاز به این نداریم که این برجامو بهش باز برگردیم و شرط و شروطی که براش میذاره خیلی مثلا اهمیت نمیده، چون یک راه حل دیگه‌ای داره که میتونه به اون ارجاع بده. و درست تو همین گیرودار داغ شدن بحث توافقنامه همکاری با چین، آمریکا هم وزیر امور خارجه آمریکا بود یا یکی از سخنگویان اونها اگر اشتباه نکنم که اعلام کرد که بله درسته، قرار هستش که اینها بنشینن و با هم دیگه، حالا نه در رو به طور غیر مستقیم و گفتگوهایی داشته باشن در رابطه با احیای برجام. یکی از روایت ها این هست که به هر حال تا به اینجا به این نتیجه رسیده و در جای دیگه بحث این هستش که خیر، چین به دنبال کمربند یا احیای اون جاده ابریشمه و در مسیر خودش در اون کشورهایی که تو این مسیر هست رو تحت حالا مستعمره، قیمومیت یا از موضع قومت داره باش برخورد میکنه. شما کدوم یکی از این روایت ها رو به صدا قدرتمندتر و بیشتر در مد نظر میگیری که واقعی تر؟ توی این برنامه در چندین مرحله به این کمربند راه ابریشم اشاره میشه که ایران و چین در این زمینه سعی کنن که این مسئله رو گسترش بدن و در حال حاضر اینا یک سری نقشه هایی رو، اینو حتما خبرش رو شنیدین شما هم، که یک سری نقشه هایی رو استفاده کردن در رابطه با کشورهای مختلف که دیگه ایران جزوش به اون صورت نیستش، ولی اینا
و ترکیه در این زمینه داره کاملا استفاده محض میبره. ببین ترکیه در این زمینه خیلی زرنگ داره انجام میشه، جلو میره. برای اینکه از یک طرف تمام مدت میخواد که وارد اتحادیه اروپا بشه، از طرف دیگه خیلی دلش میخواد که با چین هم روابطی رو داشته باشه، از طرف دیگه در سوریه سعی میکنه که مواضعش رو حفظ بکنه. ببینید در چندین زمینه کشورهای اروپای شرقی و تاجیکستان مثلا و غیره سرمایه گذاری های خیلی سریع داره میکنه. خب این مسئله مطرح هستش که ایران رو هم هر چقدر که من از دست جمهوری اسلامی عصبانی باشم و بدم بیاد، این رو نباید دست کم بگیرم که اینام خیلی از مواقع حواسشون جمعه و امیدوارم باشه. منتها مسئله که هست اینه که یک سری روابط ممکنه واقعا به خاطر اینکه دو طرف رو به جون همدیگه بندازن و دو طرف رو به صورت دو تا قول بگم ببین این قول پشت سر منه با من آشتی کنا، اگه نکنی من میرم با این، اما با اینم من مطمئن نیستم که کاملا بره. برای اینکه توی خود ایران اینا، چین متاسفانه سابقه خیلی بدی هم در رابطه با بسیاری از روابطی که با ایران داشته و قراردادایی که با ایران بسته از خودش به جا گذاشته. مثلا فرض کنین قرارداد راه آهن تهران به مشهد، ایران فوری قبل از اینکه اون موقع برجام هنوز سر جا بود، ایران آمد 15% بیعانش رو داد، چین هم اون 15% رو گرفت، هیچ نوع ضمانت نامه ای هم نداد، هیچ کاری هم نکرد. در زمینه جاده راه آهن تهران و اصفهان هم همین داستان پیش آمده. و جالب اینه که توی این برنامه بارها به این مسئله اشاره میشه، پروژه هایی که ناتمام مانده، برگردیم سر اون پروژه هایی که ناتمام مانده. خب ما خودمون تو ایران تمام اون افراد هم میدونن که چقدر بارها چین سرشون کلا گذاشته، پولو گرفته، ضمانتنامه نداده، کاری هم انجام نداده، جلو نرفته. ولی این سوال هم مطرحه، چرا جلو نرفته؟ چی شده که جلو نرفته؟ یکی از دلایلی که جلو نرفته برای اینکه اطمینانی نداره از اینکه وضعیت رابطه حکومت ایران به چه صورته. به همین دلیلی که خواسته با رهبر معامله کنه، نه با حکومت، نه با دولت، با کسی که در واقع مادام العمر ما اسیرش خواهیم بود. خیلی معذرت میخوام که اینجوری میگم، ولی خب این مسئله هنوز هم براشون کاملا مشکل مطرحه. واسه همینه که اینقدر سر این که ریسک میتونه داشته باشه. آخه 6-8% تخفیف به خاطر ریسک خودش خیلی درصد بالاییه. شما با کدوم کشورهای دیگه 6-8% به خاطر ریسک حاضرین بگیرین؟ این تخفیف عظیم و سر نفت میخواین. پس میدونن که این وضعیت سیاسی ایران خیلی میتونه غیر قابل اعتماد باشه. نگاه شما این هستش که چین هم به نوعی این نظام سیاسی ایران رو متزلزل میبینه و به همین خاطر ضمانت اجرایی نمیده. منظورتون اینه؟ من اگر درست متوجه بله بودم. چین البته در ضمانت اجرایی نمیده، پولا رو گرفته و در زمینه های مختلف. ببین این برای من نمیتونم من دقیقا انگشت بذارم بگم اینه یا این، ولی یه چیز رو مطمئنم، این که چین کشوریه که به راحتی رشوه میده و ایران کشوریه که به راحتی رشوه میگیره، کسایی که سر کارن متاسفانه، و اینو همه میدونن، این دیگه مسئله چیزی نیست. بنابراین اینجا یکی رشوه میگیره، خب همینه دیگه. بله اینجا یکی رشوه گرفته و یکی رشوه داده. بنابراین چرا اینقدر به این توی این برنامه به
قراردادهای ناتمام اشاره میشه. خودشون میدونن که چقدر قراردادها ناقص مونده. من هیچ وقت یادم نمیره که چندین سال پیش این چین قرار بودش که از نظر فرکینگ این هستش که، حالا من نمیدونم اصطلاحش رو توی فارسی ما میگیم فرکینگ یا نه، فرکینگ این هستش که یک سری صخره‌هایی رو که فکر میکنن زیرش گاز هستش میشه کافن و دسترسی به گازهای زیرزمینی پیدا میکنن و این گازهای زیرزمینی خب از نظر یه سوخت خیلی مجانی و خوبی هستش و ایران خیلی راحت خیلی از جاها رو داد دست چین که بیاین فرکینگ، شما اکتشافات فرکینگتون رو انجام بدید. کاری که اتفاقی که افتاد این که یک سری جاها رو سوراخ کردن ولی دنبال نکردن. بعد چی شد؟ یه دفعه شما در یک قسمت هایی توی کوه ببینین آتیش داره میزنه بالا. اینجا چجوری شده آتیش داره میزنه بالا؟ برای اینکه کار ناقص انجام شد. حالا این اشاره که شما کردین بازگشت به در واقع قرارداد یا مثلا چه کارها یا پروژه های ناتمام رو، تاکیدش رو ایران داره توی این توافقنامه یا چین کرده توی این توافقنامه؟ فکر می‌کنم ایران کرده. ایران کرده برای اینکه مشخصا اشاره میکنن به اینکه قراردادهای ناتمام در، اجازه بدین من بخونم اینو کجا بودش که میگن تهران مشهد، تهران تبریز، اصفهان شیراز و خطوط آهن سریع السیری که بین اصفهان شیراز، تهران مشهد، تهران تبریز و راه‌های دیگه‌ای که بین شمال و جنوب. شما اشاره کردید که این توافق همکاری در حال حاضر به این شکل لازم الاجرا نیست و در صورتی حالت اجرایی پیدا می‌کنه که تبدیل به یک قرارداد بشه. و به نظر میاد اونجوری که تحلیلگر توی خبرها که آمده است اینجوری که تا یک هفته دیگه نهایی میشه، مشروط برای این که هیچ مخالفتی باش نشه. آیا این اخباری ببینید بعضی قسمت ها رو مشخصا میگن اینا رو باید همین الان زودتر انجام بدید، این قسمت های راه آهن همونه، اما بعضی قسمت ها رو میگن که مناطق اجرایی برنامه های میان مدت یا بلند مدته، اونا هنوز الان واردش نشدن. ولی مثلا اینکه قرار اینا کار کنن همون کیشه یا نه، یا یک محوطه میگن جاسک. بیشتر اسم جاسک مطرح شده بارها که بندر جاسک رو میخوان، مشارکت در بندر جاسک، تأسیس شهر صنعتی، ساخت پالایشگاه صنایع پتروشیمی، همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات از راه دور، بیشتر توسعه بندر جاسکو مطرح میکنن. شما الان این اشاره هایی که میکنید، یعنی سورسی که ازش اطلاعات برمیدارید، همون در واقع مفاد 18 صفحه‌ای منتشر شده توسط ایران در یک سال گذشته است، درسته؟ این اطلاعات از این برنامه است، بله. ولی اطلاعات دیگه که من گفتم این اطلاعاتیه که 4 مؤسسه تحقیقاتی روش کار کردن و 100 قرارداد رو که چین با کشورهای مختلف بسته بود، این 100 قرارداد رو اینا بررسی کردن و از بین این قراردادها متوجه شدن که اکثر این قراردادها از سال 2014 بسته شده و با کشورهای مختلف بسته شده و در تمام اینا بانکهایی که وام دادن یا بانکهای خود چینی بودن یا بانکهای دولتی چین بودن یا بانکهای خصوصی چین بودن و من لیستشون رو دارم اینجا در واقع. ببینین از بانک های خیلی معروفی که در چین این کار کردن، یکی Export Import Bank of China هستش که اینا بانک دولتی هستن، China Development Bank هستش که باز بانک دولتیه، State Owned
کامرشال بانکس هستش که باز بانک دولتیه، سپلایر کردیتس که اینا یک سری کنسورتیومای مختلف هستن و خود اون اکسپورت ایمپورت بانک بزرگترین بانکشه که 76 تا از این قراردادها رو اکسپورت ایمپورت بانک بسته و نوشته مثلا چند تا قرارداد این بانک بسته، چند تا قرارداد اون بانک بسته و چطور مشخصا این گزارشی که آمده، این گزارش در چندین جای مختلف بهش اشاره شده. یکی از نگران کننده ترین چیزها این بود، همونجور که گفتم، مسئله این هستش که الان خیلی از این کشورهای در حال توسعه که وضعیت که وام گرفتن از جاهای مختلف، اینا دارن سعی میشه که IMF و World Bank و اینا دارن سعی میکنن که برای اینا یه راهی پیدا کنن که با پاریس کلاب یک مجموعه از بانکهای غربی هستن که به اینا وام دادن. اینا دارن IMF و World Bank و Paris Club دارن با هم مذاکره میکنن با این کشورها که یک سری از وام های اینها رو سوخت شده تلقی بکنن و بهشون بگن فراموش کنین دیگه، شما این مقدار دیگه لازم نیست وام بدین، بدهی داشته باشین. بدهی هاشون رو میخوان بیارن پایین که بتونن اینا یه خود جون بگیرن، برای اینکه خیلی از مواقع حرف سر این بودش که این بدهی ها همه منجر میشه به اینکه اینا همینجور هی بخوان بهره بدن و غیر و ذالک. منتها بانکایی که با قراردادهای بانکای چینی که قرارداد بستن با این کشورها به شدت از این مسئله دوری میکنن، میگن ما حاضر نیستیم با شما همکاری کنیم، نه با پاریس کلاب حاضرن همکاری کنن، نه با IMF حاضرن همکاری کنن و نه با World Bank در این زمینه حاضرن همکاری کنن. معمولا IMF هستش و پاریس کلاب. این خودش داره مسئله زا میشه، برای اینکه یک سری از این کشورها که در گذشته وام گرفته بودن از بانکهای غربی، اون وام دهنده ها، اون بانک ها در ازای بدهی های این کشورها یه سری اوراق قرضه صادر کردن که بعد این اوراق قرضه رو فروختن. اوراق قرضه رو فروختن برای اینکه ترازنامه های خودشون رو تمیز کنن. اون کسایی که این اوراق قرضه ها رو دارن یک سری مؤسسات مختلف هستن، مثلا پنشن فاندا که مثلا مربوط به بازنشسته ها هستن، انواع اقسام مؤسسات مختلف. اونا الان نگرانن که اگه ما بیایم اینا رو قبول بکنیم که این بدهی ها رو ببخشیم، تمام استفادهش رو چین میبره و اینا در این مسئله هم دچار بنبست کردن این کشورهای وام گیرنده رو که هیچ کار نمیتونن بکنن. حالا چجوری میخوان از زیر بار وام چین در بیان؟ ببینید، در من اینو یه لحظه میخواستم بگم، در سالهای 1980 وقتی که مسئله وام های کشورها به بانک های خصوصی مطرح بود، یکی از مهمترین نکاتی که مطرح بود اون موقع این بودش که بانک ها که نمیتونن کشورها رو زندان ببرن چی کار میخوان بکنن؟ اگه که این کشورها پولشون رو ندن، این بانک ها چی کار میخوان بکنن؟ بنابراین مجبورن این بانک ها به یه توافقهایی برسن. حالا یک سری از این کشورها مثلا فرض کنین مثل آرژانتین، سالها گفت من نمیدم. مکزیک گفت من پول ندارم بدم. بعد اینا چیکار کردن؟ با کشورهای که با این کشورهای وام گیرنده معاملات تجاری داشتن، گفتن که بیاین که نذاریم این کالاهایی رو که اینا اوردر دادن بهشون تحویل داده بشه. خب پس یک مقداری اینا رو دوچار مشکل کردن. دیگه چی؟ دیگه اینکه دیگه هیچ کس به اینا وام نده. یعنی یه حالت قرارداد بین المللی بین یک سری از بانک ها بسته شد که اگه یک کشوری نخواد وامشو پرداخت کنه، ما هم دیگه بهش وام نمیدیم. این مسئله برای چین مسئله زا خواهد بود.
برای اینکه چین میگه حتی اگر که یک کشوری بیاد قرارداداشو با ما لغو بکنه، ما تمام اون دارایی‌هایی رو که از اونا توی بانک‌های خودمون داریم میگیریم و دیگه بهشون نمیدیم. ببینین مثلا الان یک سری از یک اتفاقی که اون موقع هم افتاد همین بودش که میگفتن خب یک سری از این وام‌ها رو بانک‌های اون کشورا گرفتن ولی دولت‌هاشون یه پولایی دارن. مثلا فرض کنی که دولت ایران توی آمریکا یه سری پول داشت، خب اما پولاشو قبضه کردن بعد از انقلاب. خب چین هم میگه تقریبا یه همچین چیزی، میگه که شما باید اول یه مقداری پول بذارین توی این بانک‌های ما، ولی اگر بخواین قرارداد لغو کنین تمام این پولا میره. به این دلیله که من میگم من امیدوارم که این کسایی که تیمایی که با چین میخوان قرارداد ببندن حواسشون جمع باشه. و از این جهت هم هست که خب حتما خیلی مهمه که تا اونجایی که ممکنه روی مسئله بحث بشه، مردم ایران باید بفهمن چی داره میشه. در حد خانم دکتر سیما معتمن، بسیار از شما متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. خیلی از شما سپاسگزارم و متشکرم. رادیو و تلویزیون میهن برنامه های ما را